Away. More young to know. همچی کاری گفت نه اولی باره لو رفت لو رفت خیلی جالبه بکنم یک بر سندویش بذارم اول باره ای کاش هر روز دوربین بود نه خانم ای کاش هر روز دوربین اینجا بود یعنی کارا میکرد بفهم از اوزای رسولیشون درست کنید باری کلا الله باش باری کلا الان خانومش میگه معجزه شده این ها امروز معجزه ای روزه که این کمک نمی کنی چه کار میکنی؟ خود تنهایی کار میکنی؟ خانم نباش همون ترس منم باشه یک کار رو بود بکنی ترس یا به خاطر علاقه هم؟ نه میترسم نه زیاد قیافه نگی بیتعارف خانوم های عشایر برای من گل سرسبد زندگی عشایری بودند اونها دوشا دوش که نه شاید بیشتر از هر مردی به کار تولید و سامان خانواده مشغوله سلام احوال شما خسته نباشید نه من قبول ندارم خب قبول ندارم من ندارم من چارت دیگه هر چی باج خانم گو یه بعد من قبول ندارم من قبول ندارم مدیه چارت دیگه از این خانم اینجا جای تقسیم شده بله اختلاف پیدا کردی بله بله ها من میگم مشاور اشتباهه یه خود مغزیش هادی این مغزیش مغزش شوخی میکنه نه الان الله بخشم شیر آورد خب الان چونی بند چونی اندازه شده حالا امور بند کنیم بعد دوا خود میکنم خب سب کن ما ده نسیدی یه قبه اون داده حالا ده نسیدی یه قبه اون داده بقیه شما تراب کنیم عجیب ما ایسا داره تو همه چوق میزنیم میدیم بهش میگیریم میزن تا دیگه دیگه اونا رو میزن سش میشه دیگه به همین سادگی نه سنگ ترازو میخواد نه سنگ دیجیتال میخواد با ببینم پیمان میشه میدی ببینم همیدی آها با این بند الان این دو بند دو تا بده کار بود یک دونه آورد نصف شده نصف دادیم نصف دادیم نصف شده مزایای این کار میدونید چیه؟ نه مزایای کار اینه که همه شما هر روز شیر نمیجوشونید که جمشه یه هفته بدن کره بزنید یا ماس بزنید ها؟ آره امروز نوبت منه هفت نفره هفته خب هفته یه بار نوبت این نفر میشه بله شیر رو دو رو میشه یه رو میشه اون که گوسفند بیشتر داره شیر بیشتری داره دو رو برمیدن دو بار بهش میدن فهمیدن بعد شده به این تو مثلا اختلاف نه دیا سال میکنن نه نه دوره او یکی میگی نه خواست خانم تو اشتباه میگی دیگ بوده او بارده تری ولی ما میگه خودش دیر دل من باشه همه با هم فامیل این دیگه ها دیم میگه گردن خودت بس همین آخر کار چی میگم میگه آقا گردن ته تی یاد مولت من یاد داره که اون میشه میره بلی قریبی نیست پیش او خدا آه خیلی سخت این کار سختیه خدا خدا این خدا یاد میکنیم تو شاهد باش خدا بله خدا خدا شاهد باشه ببینید تقسیم شیر در این عشایر که سفید چادر هستن بله سفید چادر بعد در شهر بابک آخه میگن رفسنجان به پستش معروفه شهر بابک به عشایرش
و عشایر مهربانش، مهمتر از همه متمایز با سیاه چادرها، سفید چادر هست. آره، و از همه مهمتر به جانی که هر روز میان 5 کیلو، 50 کیلو، 30 کیلو شیر رو جمع کنن، میان به شکل تعاونی همشون به یه نفر میدن و شیر هم خراب نمیشه، ماست هم خراب نمیشه، کرم زحمت اون خانوم هم کمتره. آفرین، راحتن، لیتر 4 و 5 رو راحتن. آره. اینو دیگه مخصوصا مردای عشایش اینو خیلی راحتن، راسته؟ هر اونا کار کنه، بنده خدا اونا هرا گله میرن زیرن میگه میگن نه اونا این نظر شماست. نه به نظر شما زحمتی که خانم‌ها اشعار می‌کشن مردم هم مردم الان تو دوم در راحت میگیره خواب چایش می‌خوام شهر واگه بتونم میره گشتی میزنم تموم این کاری نه نمی‌خوام ها بچه‌ها بچیشن نمی‌خوام خمیر بکنن ها خمیر بکنن شیر بجوشونن شیر صاف بکنن شیر تقسیم بکنن هیزم بیارن ها اینا دی کاری می‌کنن بچه بزرگ کنن این زنزلیل شوهری شا جان این شوهری زنزلیله شوهر زنزلیله چطور تیز زنزلیله این چطور زنزلیله که همه کارا رو میگه من انجام میدم. خانم زحمت کشیدی دست شما درد. خیلی خوشم. خیلی من خوش باشی. دستون در نگیر خیلی من. ببخشید. به به چه نونی. اسم این نون چیه؟ نون کرنون. کرنون. بله. کرنون پشت چه اینجوری سوراخ سوراخه؟ این ما میشه تو تنور میریزی تو کرنون بسا خودم. آه. این سنگ میریزی رو آتشا مثل نون سنگک میشه. این نون سنگک. آره. سنگک معمولا هر سنگک ریزه اینو درشتن. اینا سنگای درشت. علامت سنگا زیر نون میمونه و روش هم سبزی و غیره و یقینا نون خوشخوراکی هم خواهد به دست درد نکنه. خب یه صبحانه عشایری، ماست محلی است، کره محلی، اینو سرشیره، سرشیر به اضافه روغن زرد، روغن زرد، روغن زرد، اینو گردو. من 60 خورده است سنم روغن زرد بخورم میمیرم. اصلا این روغن جسم اون روغنا نیست. چرا؟ اصلا گیاهیه. این گیاهیه، نه اصلا فرق خیلی فرمانه. گیاهیه. ما اصلا سر میکشم اینا رو. من الان 65 سال دارم اینا رو سرش میکشم میخورسته. میدونی چرا؟ چون گوسفنداشون از مرد. بله اینا همیشه مرد. پر از گل و گیاه دارویه. بله بو عطرش حالا یه ذره سر بکش ببینم واقعا سر میکشی ها بیا سر بکش با قو یا با کوزه من نمیخوام بهت خوب هر جو شما میگی نه بشه بهم تو میگی نه باش من یه کیلو گوشت بعد دادم من سر میکشم نه حالا بیا برو آقان همه رو سر ما میخوام بخوریم سکری دیگه ما نمیتونیم بخوریم که بیا عشایر خاصی نه ما دیبا همه چیز رو شریک میدونیم و سر کشید منم باید همون رو سر بکشم ببین به همین سادگی به همین سادگی دوستای من پشت دوربین هم تعجب میکنن خیلی کار کرد با این سنش روغن زرد روغن زرد آره سن این روغن روغن زرد در ایزا ببن من خاصیتش رو میدونم این گل یای آقا عجب حالا ببخشید کلاتو من سرش برداشتم کلا برداشتی آقا آه باری کرد کلا برداشتی این لباس شما مخصوص منطقه عشای شماست بل. یا اینکه کل شهر بابک عشایرشون نه کل عشایر کل عشایر اینه کل عشایر شهر بابر ها کل عشایر این مورد عشایر شهر بابر ولی این لباس عشایر شهر بابر بله کلاتون و جلیگو و بله پیرن بل. سفید و شلوار کردی ما میگیم بس خودمون لفظ ما میگیم کردی و شلوار این لباس رسمی عشایر رسمی شهر, شهر بابر یه چیز دیگه هم برام جالب بود من. اول یه چایی رو نوشیجان کنید نوشیجان شما بفرمایید چرا روزه داری نه ولی خود چای نریختی اونا خوردن جلو بابر بابا یعنی شد بله مثلا ما نبودیم اینا خوردن مرقی بفرمایید جلو چرا نمیایی؟ چشم خب اول به نظر شما به از سرشیر شروع کنیم یا از ماست؟ از هر تی که دلت ور میداره شروع کن ور میداره به این ور میداره لحظه خاص خودشونه یعنی اون چی که دلت میخواد دلت میچسخه میخواد کتابی ور میداره مود لفظ خودونه ور میداره کتابیش دیدونه آره. ببین الله بخش من این چادرهایی که تو من عشای شما اومدم من اغلب استان‌ها یا شهرها میرم عشایر رو دیدم چادر سیاه معروفه با بل. موی بز درست بله هر منطقه‌ای هست ولی اولین جایی که دیدم چادرشون سفید این منطقه ما کلاً چادر سفیده خیلی جالبه برام اصلا کلاً چادر سفید چرا به خاطر خودی بالاخره برنامه‌شون لفظشون جاشونه دیگه نمیدونی نه خب من پرسیدم چادر سفید برای خاطر خنک‌تر ها هوا خنک پرسیدم ببین شما که با اینکه استفاده می‌کنید نمی‌دونید حالا چرا علتش چی بود میگن عشایر شما در منطقه شهر بابک قدیم آب که فراوان بود پنبه کاری هم میشد بله درسته
همین قدیم دوری ما پمکاری بود. حال قدیمش چند دوری ما بود. چون پمبه فراوون بود، الیاف کتان استفاده میکردن به جای موی بز با پمبه میریشتن. بله درست. اینا ما خانم خودونو میوفن. خیلی خوب. بله مادر مادر شما خودشون با پمبه رو نخریسی میکردن. میریشتن. الان هم هستن. از من خانم خودش خونه رو بفت. خانم نه این خونه خونی خودم بس. چیزی خودش بافت. ایناش کلا رشته داشت خودش بافت. حالا یه سوال از شما دارم. بله. الان نسل جدید شما همون کارهایی که پدر خانم شما میکنه یا مادراتون میکردن مثل بافتن چادر سفید انجام میدن؟ کم توشون نه. مثلا ها یک کم نه. ولی خیلی روشون بافتن. آره یا نه؟ نه. آره یا نه؟ تو سو نه. نه. تمام شده صدا بله. نه. او برمه ودیم کم. نه. چایی میخوری؟ خدا رو شوری ولی داشتیم. بفرمید.